بینال یا دو سالانه ونیز، مهمترین اتفاق هنری دنیا که هر دو سال یک بار در ونیز که شاید زیباترین و رویایی ترین شهر جهان است با حضور کشورهای مختلف دنیا رقم می‌خورد برای مدت 6 ماه. امسال با موضوع انسانگرایی با شعار ویوا آرت ویوا، زنده باد هنر زنده باد. برپا کنندگان نمایشگاه میگویند میخواهند قدرت انسان را به نمایش بگذارند، قدرتی برای مقاومت در برابر سختی‌ها و مصائب و تلاش برای کسب آزادی یا حفظ آن. 120 هنرمند امسال به بینال دعوت شدند که 103 نفر از آنها برای اولین بار در این دو سالانه شرکت کردند. 86 کشور هم پاویون‌های مختلفی را برای خود اجاره کردند و آثار هنرمندان یا هنرمندی از آن کشورها را عرضه می‌کنند. طبق معمول با انبوی هیاهو، تحسین یا انتقاد. زمانی که مارسل دوشان مستراح را به عنوان اثر هنری در نمایشگاه عرضه کرد، لحظه‌ای بود که تمام مرزها شکسته شد. حالا در تازه‌ترین دو سالانه ونیز این شکستن مرزها را به خوبی می‌شود حس کرد. با آثاری که در نظر عده‌ای به زحمت اثر هنری تلقی می‌شوند. پابلو باراتا رئیس بینالِ ونیز میگوید دو سالانه محلی برای تحقیق است، جایی که هنرمند بتواند با مردم ارتباط برقرار کند. حالا تلاقی است با موضوعات سیاسی اجتماعی جهان که به شدت زندگی همان مردم یعنی مخاطبان دو سالانه ونیز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نمونه روشنی از این تقابل سیاسی اجتماعی را می‌توان در آثار غرفه روسیه دید. در اثری از تریشا بروسکین که مفهوم سیاست، خلق و زندگی بشری در قرن 20 اتحاد جماهیر شوروی و شاید روسیه امروز را مرور می‌کند. ترس‌های بشری، جنگ و مهاجرت را می‌توان تم اصلی آثار امسال خواند، جایی که ترس از آینده در غرفه بزرگ ایتالیا به شکل ترسناکی در می‌آید و قایق‌های مهاجران چه به صورت نقاشی، مجسمه یا عکس در بسیاری از آثار دیده می‌شود. 120 هنرمند دعوت شده هر یک به شکلی روایتگر این تم‌ها هستند که در باب موضوع کلی انسانگرایی به انتخاب کوریتور نمایشگاه کریستین ماسل شکل گرفتند. اما طبق سنت بینال ونیز کشورهای مختلف هم با کرایه غرفه‌ای به ارائه آثار خود می‌پردازند. ایران هم طی ریاست علیرضا سمیع‌آذر بر مرکز هنرهای تجسمی حضور گسترده‌ای را در ونیز آغاز کرد. حضوری که سال قبل هم با غرفه بزرگ از ایران ادامه داشت و امسال هم با حضور یک هنرمند ایرانی ادامه یافته است. بیژن بصیری با اثری به نام تپش. بیژن بصیری که در دانشکده هنرهای زیبای روم در دهه 70 میلادی تحصیل کرده، در تهران و روم زندگی می‌کند و بیش از 3 دهه است که در نمایشگاه‌های انفرادی و جمعی مختلف شرکت داشته و سعی دارد پلی بین هنر باستانی ایران و هنر یونان و روم قدیم بنا کند. بصیری در این چیدمان 32 مجسمه در هیبت انسان را با اشکال مختلف در کنار هم قرار می‌دهد. در کنار تاس‌های سرنوشت در مایه قرمز سیاه که رقم 6 را نشان می‌دهند. بصیری هم در این اثر در واقع به مضمون انسانگرایی دو سالانه هنر ونیز توجه نشان می‌دهد و شرایط انسان معاصر را بر بستری آمیخته به رنگ‌های سیاه، قرمز و طلایی که می‌توانند نمادی از نفس، خون و طلا باشند می‌کاود. محمد عبدی، ونیز.